با درود مجدد بر بینندگان پیام جوان، در سلسله برنامه‌هایی که در خدمت آقای شان وکیل دادگاه‌های کالیفرنیا هستیم، امروز به مسائل و مشکلات خانوادگی می‌پردازیم. در آمریکا برخلاف ایران، قوانین در استیت‌های مختلف فرق می‌کنه. در استیت کالیفرنیا قوانین خاص خودش رو داره. امروز با توجه به اینکه بیشتر ایرانی‌ها در کالیفرنیا ساکن هستند، با آقای شان در مورد مسائل قوانین خانوادگی، ازدواج، طلاق، فرزند و مسائل مختلف با ایشون صحبت کنیم. خوش اومدین آقای شان. خیلی متشکرم. پیام جوان. مرسی. آقای شان، به هر حال خیلی از ایرانیایی که در ایران ازدواج کردن، وقتی که به امریکا میان، شاید هنوز بخشی فکر میکنن که تابع قوانین ایران هستن. ولی خب قوانین کالیفرنیا، وقتی مخصوصا شما توی پروگرام داری که با خانومت و بچه هات اومدی یا با شوهرت و بچه هات اومدی، شامل قوانین کالیفرنیا میشن. بله. و اصولا خب کسایی هم که در کالیفرنیا ازدواج میکنن، خب شامل قوانین خاص خود کالیفرنیا هستن. بله. میخواستم ازتون سوال کنم که چجوری هستش مثلا قوانین قبل از ازدواج، قوانینی که مثلا میتونن قبل از ازدواج باید رعایت کنن در مورد مسائل مالی، در مورد ثروت هایی که دارن یا پول هایی که دارن، یا اصولا راجع به این که به چه صورت خواهد بود اونایی که ازدواج نکردن و میخوان ازدواج کنن، و یا اونایی که ازدواج کردن و اومدن اینجا به صورت متأهل هستن. اوکی، من با آخرین سوالتون رو اول میگم جوابشو. کسایی که در ایران ازدواج کردن، وقتی وارد آمریکا میشن، دولت آمریکا ازدواجشون رو تایید میکنه و اون وقت تو مراحلی که ازدواج کردن بین آقا و خانومی که هستن، اون مراحلی که پول آوردن بین آقا و خانوم، اون پولی که به دست میارن توی موقع ازدواج، فقط اون پوله میشه کامیونیتی پراپرتی بهش میگن توی آمریکا، یعنی توی بیشتر استیت‌های آمریکا. اون وقت هر درآمدی که شما به وجود بیاتون ازدواج، 50% توی کالیفرنیا، 50% مال خانومه، 50% مال آقاست. فرقی هم نمیکنه که آقا کار بکنه یا خانوم کار بکنه. حالا ببینید، در ایران مثلا رسم بر اینه که خانم ها معمولا مهریه دارن برای ازدواج. بعضی وقتا مهریه ها اینقدر سنگینه که حتی در ایران آقایون رو برای این بحث به زندان میندازن. مسئله مهریه شون در آمریکا، در کالیفرنیا به چه صورت خواهد؟ مهریه در ایران دو شما گفتین؟ بله. مهریه ربطی قانون ایران، همون چیزی تو برنامه قبلی ما توضیح دادیم، شامل اینجا نخواهد شد. نه. بله. خب یه مسائل اتفاق میفته وقتی خانواده‌ای هستن اومدن اینجا و بعد احتمالاً پدر یا از کسی فوت میکنه، حالا خانم یا آقا، یه ارثی به اینا میرسه. آیا این ارثی شامل اون کامیونیتی پراپرتی میشه، یا اون باید این ارثی هم باید 50-50 تقسیم بکنن، یا نه نمیدونه باید این کارو بشه؟ نه. تو مرتبه شما از این سوال از من کردی که من بگم سوال خوب بود. ببینید، شما وقتی که شما یه صدی، این یه آقا اینجا، یه خانم هم اینجا، بعدن اون وقت شما هر چیزی قبل از ازدواج به شما رسیده، این شمال شماست قبل از ازدواج. هر چی به خانم رسیده قبل از ازدواج مال خانم. ولی اگر که فرض کنیم که شما بیاین، این آقا بیاد مثلا 1% این پولی که بهش رسیده بذاره توی پول ازدواج و شروع کنه بیزنس درست کنه و پول بسازه، و خانوم هم بیاد 5% پولشو بذاره، یعنی از این قسمت 100 در آورده گذاشتیم وسط، این دوتایش هم وقت 50-50 میشه. اگر که هر چیگم بالاتر بره این پول، بازم اون اینوستمنتی که میکنن اونم 50-50 است. حالا این مثلا سالیان سال ازدواج کردن، و خب به هر حال توی کجا ازدواج کردن؟ تو ایران ازدواج کردن، اومدن آمریکا. اوکی. در اینجا برای بیزینس و خونه و همه چی دارن که خیلیش مشترکه. بله. ولی در این حال مثلا این خانم یا این آقا بعد از 15-20 سال زندگی، پدرش یا مادرش فوت میکنن و یه ثروتی بهش میرسه. آیا این ثروت هم شامل این قضیه مشترک میشه، یا نه ثروت مال خانم یا آقا؟ ارثیه و هدیه توی کالیفرنیا لااقل مال همون خونه خانومه خواهد شد یا مال آقاه. ارثیه و هدیه بهش میگن separate property، اون دیگه 50-50 نمیشه. نه، پس ارثیه شامل ارثیه و هدیه
شامل پراپرتی شامل تقسیم نمیشه. فرض کنین من الان یه خونه دو تا خونه دارم. من هدیه میدم به خانومم یه دونه خونه ها رو. اون میشه هدیه. اون دیگه مال خانومه است. دیگه من نمیتونم بهش دست بزنم. اگه هدیه داده باشم. آیشان من دیدم شدم خیلی از قوانینی که تو کالیفرنیا هست مثلا یه قراردادهای قبل از ازدواج هست. ریناپ شو. این مشکل توضیح بفرمایید به چه صورت هست این قوانین قبل از ازدواج؟ بله. فرض کنیم که من یک آقای هستم که زیاد وضع مالیم خوب نیست. بله. با یه خانومی ازدواج میکنم که وضع مالیش عالیه. در اون موقعیت خانم ممکنه فکر کنه، چون همیشه من دارم میگم خانوما به خاطر اینکه معمولا فکر میکنه آقایان همیشه پولدارتر از خانوما هستن، تا دست نه دست سری چو خانم اون وقت بعدا میاد با وکیلش صحبت میکنه، میگه که من میخوام یه پرینوپچوال اگریمنت داشته باشم. پرینوپچوال اگریمنت یعنی یه اگریمنت، یه قرارداد جداگانه است که این میاد پریامپت میکنه روی قرارداد کامیونیتی پراپرتی. بعدا شما باید به شوهرتون بگین قبل از اینکه این قرارداد رو امضا بکنین، خواهش میکنم برین وکیل خودتون رو نگاه کنه به این قراردادی که شما میخواین امضا کنین. اون وقت اون قرارداد رو اگر که مسئله پیش اومد بعد از ازدواج، خانومان میتونن بیان تو دادگاه بگن که ببین ما قبل از ازدواج این قرارداد رو نوشتیم، برابر این پولا 50-50 نمیشه، پولا طبق قرارداد جدید امضا خواهد شد یا اینکه پرداخت خواهد شد. پس اون قوانین اون میتونن یه قراردادی بذارن که هر کی مثلا پولش مال خودشه، منتها از اون زمان به بعد وقتی یه پول مشترک میسازن اون شامل این پنجا نمیشه. البته خب اونم بستگی به وکیل داره. مثلا اگه شما بدین اون قرارداد رو به وکیلم حتی نشون دادی، بله کیس لا هست در این مورد، به وکیل نشون دادی، منتها شما فرض کنین که توی بیمارستان بودین، حالت بیماری داشتین، امنیشیا داشتین، اون قرارداد رو امضا کردین، در اون حالت اون قرارداد دیگه تایید دادگاه نیست، چون شما در باید در حالت این قرارداد رو امضا بکنین که کانشس باشین، نمیدونم به فارسی چی میشه، قابل تایید باشه، نه کانشس باشه منظورم اینه که یعنی اون بدونن که بدونن چی رو دارن امضا میکنن، متوجه هستن میفهمن که چه امضا. خب میتونه مثلا یه کسی که حالا برفتشون رو سخنون با ایرانی هستش داید. مثلا یه قراردادی رو همسرش گذاشته و امضا کرده و بعد ادعا میکنه که من چون مثلا انگلیسیم خوب نبوده متوجه نشدم. 100%. برای همینی که همیشه میگن وکیل بعد بره، برو به وکیل نشون بده قبل از اینکه این امضا میکنی، و اون وکیل میتونه ترجمه کنه قرارداد رو به فارسی، فارسی براشون چیز براشون توضیح بده. مطلب بعدی راجع به سپریت پراپرتی، بله اینو ممکن توضیح بفرمایید چی هست؟ بله سپریت پراپرتی یعنی پراپرتی که قبل از ازدواج به شما رسیده، میتونه ارث باشه، میتونه پول هنگفتی باشه، پولی که قبل از ازدواج داشتیم میشه سپریت پراپرتی. در حقیقت پول یا پراپرتی یا خونه یا هر چی میتونه باشه، اون دیگه شامل کامیونیتی پراپرتی نمیشه که بخواد چیز کنه. اینا معمولا زمانی که مشکلات پیش میاد، خب مسئله دیورس پیش میاد. بله ممکن راجع به قوانین دیورس در کالیفرنیا توضیح بفرمایید؟ قوانین طلاق یک قوانین واقعا پیچیده‌ای هست و در اون موقعیت خیلی از وکیل ها هستن که خودشون وارد این میکنن و خانم ها آقایان هم چون به عنوان یک حالت احساساتی دارن در این موضع، وکیل ها بعضی هاشون نه همیشه منطقه بعضی ها سوء استفاده میکنن از این حالتی که هم خانم هر آقا توش هستن، وکیل ها پول خودشون رو میگیرن. اینه که به نظر من بهتره که شما وقتی که طلاق میگیرین اگه میتونید با همدیگه چیز کنین که توافق بکنین، این خیلی راحت‌تر، وزن وکیلتون خیلی کمتر خواهد شد. اگر که پول زیاد باشه خب معلومه باید وکیل بگیرین که اونا بتونن تجزیه و تحلیلش کنن. آقای شان حقوق بچه‌ها در زمانی که دیورس انجام میشه بین پدر و مادر و سهم اینا از هر کدوم به چه صورته و آیا بچه‌های مخصوصا که اگه زیر 18 سال باشن اینا هم سهمی از این دارایی‌های پدر و مادر دارن ندارن و تعهدات مالی بچه‌ها به عهده پدر به عهده مادر به چه صورتی ممکن توضیح بفرمایید؟ بله بچه‌های زیر 18 سال تا روز آخری که 18 سال تموم کنن باید تحت نظر از نظر مالی تحت نظر یا پدر و مادر باشن با هم دیگه، بستگی به هر که درآمدش چقدر باشه. یه کامپیوتر پروگرام داره دادگاه که اینا رو میزن که درآمد پدر چقدره، درآمد مادر چقدره و تقسیم میکنه که چه کسی باید چه اندازه پول بده.
بعدن اون وقت یه تیکه دیگه‌اش هم اینه که میرسیم به مسئله کاستیدی که بچه‌هایی که چون دولت این قسمت دومی که من تو فکرم بود اینه که اگر که شما از نظر مالی هم پدر هم مادر نتونن خرج بچه رو بدن، دادگاه وقت میگه خیلی خوب متاسفانه، خوشحال هستن در این مورد، منتها میگم متاسفانه ما جامعه باید پولشون پول بچه رو بده که بزرگ بشه، منتها اگر شما هر کدومتون کار گرفتین اون وقت شما باید خرج جامعه رو پس بدین، این مال اون. بعدا اون وقت در مورد اینکه کدوم پدر و کدوم مادر میتونه تا چه ساعتهایی چه روزهایی این فرزند رو داشته باشه یا فرزندها رو، دادگاه دو مرتبه میاد میتونه از بچه سوال کنه که با کدوم ها بهترن و یا اینکه میتونه خودش تصمیم بگیره. معمولا دادگاه اولین فکری که میکنه به بچه هست، یعنی اولین ولفر بچه رو در نظر میگیره تا ولفر پدر و مادر رو. ولی معمولا حق سرپرستی یا حق چیه باور حضانت به قول چیز در اختیار مادر بیشتر قبل از 18 سالگی، یعنی حق تقدم با اونه تقریبا. به نظر من تا یه حد شما درست میفرمایید، منطور کلن نه، درسته که دادگاه فکر میکنی که دادگاه فکر اولیش اینه که مادر چون بالاخره بچه رو متولد کرده بیشتر حق داره، یعنی فکر اولیش اینه، منطور توی موقعیت طلاقی که پیش بیاد ممکنه خیلی چیزهای جدیدی بیاد تو، یه خانوم ممکنه حالت عصبانی داشته باشه، یه خانوم ممکنه مواد مخدر استفاده کنه، یه خانوم ممکنه الکل زیاد استفاده کنه، اینا رو همه رو توی کانسیدریشن میگیره، یعنی امکان داره صلاحیتش رو تایید نکنه صد درصد، یا اینکه صلاحیتتون میتونن بگن که مثلا خیلی خوب شما میتونید بچه رو ببینین، منتها ما باید یه سوپروایزر با این بچه بیاد، هر موقع شما بچه رو میخواین ببینین یه خانومی میاد یا آقایی میاد مراقب بچه هست تو اتاقی که نشستین. بینندگان عزیز از بازارچه آگهی عبور میکنید، مجددا در خدمتتون هستیم. خیلی متشکرم.